برام خدا سلام بر شبتان بخیر. امروز شنبه 12 حمل 1396 خورشیدی است که برابر می شود با اول اپریل 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، همصدا شدن مسکو با طالبان در بیرون شدن امریکا از افغانستان، گروه های مخالف مسلح این نیاز را درک کنند که با مقامات مسلحانه ایشان پایان دهند و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. پیوستن یک گروه 200 نفری طالبان با نیروهای دولتی در ولایت بلخ، یک تعداد مردم های طالب رفت جاهای دیگه، مثال در شوروی در اوریس در جا صلاح گرفته، ما آمدیم به دولت اسلامی افغانستان پیوستیم، ما مسلمان هستیم، کافر نمیشیم. و وضع قیود بر مسلمانان اویغور در چین. مشروع خبرها، روسیه از درخواست طالبان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان پشتیبانی می کند. نماینده ویژه مسکو در امور افغانستان از توافقنامه های حکومت وحدت ملی برای حضور سربازان خارجی در کشور نیز انتقاد کرده است. در این میان وزارت خارجه روسیه شرکت نکردن آمریکا در نشست مسکو را تعصب‌وار می‌خواند و حضور آمریکا در کنار کشورهای همسایه را در روندهای صلح افغانستان نیاز جدی می‌داند. اما وزارت خارجه افغانستان در این پیوند واکنش نشان نمی‌دهد. بایس حیات این گزارش را تهیه کرده. تصادم‌های مسکو و واشنگتن روی کابل خیلی داغ شده است. وزیر دفاع آمریکا نگرانی واشنگتن از تماس‌های روسیه با طالبان را اعلام کرد، اما نماینده ویژه مسکو هم نقد از حضور آمریکا و همسوی کشورش را با دید طالبان اعلام کرده است. بدون شک خواست طالبان در مخالفت با حضور نظامی خارجی البته که قابل توجیه است. چه کسی طرفدار آن است؟ یکی از همسایه‌های افغانستان را نام ببرید که از آن حمایت کند. 14 اپریل مسکو میزبان نشست رایزنی منطقه‌ای در باره منازعه افغانستان خواهد بود، نشستی که نقشه پایان این منازعه و ثبات منطقه‌ای را بریزد. اما آمریکا در این نشست شرکت نخواهد کرد و کشورهای همسایه افغانستان هم هنوز پاسخ مثبت ندادند. تمامی همسایه های افغانستان و کشورهای مهم در منطقه در نشست پیش رو حضور خواهند یافت. ما متاسف هستیم که واشنگتن از اشتراک در این نشست امتناع ورزیده است. ایالات متحده آمریکا یک بازیگر مهم در مسئله افغانستان است. بنابراین اشتراک آن در تلاش های صلح‌بانی کشورهای منطقه به تقویت این پیام کمک می کند که باید گروه های مخالف مسلح این نیاز را درک کنند که با مقامات مسلحانه ایشان پایان دهند و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. حکومت افغانستان تاکنون تصمیم شرکت کردن یا نکردن در نشست مسکو را نگرفته و روی آن رایزنی می کند. خواستیم دیدگاه وزارت خارجه کشور را داشته باشیم، اما به تماس‌هایمان پاسخ ندادند. طالبان مهره‌های سوخته جنگ سرد هستند که برای یک جنگ جدید آماده میشن. به نظر من روس‌ها میتونن از این مهره‌ها بسیار خوب استفاده کنند. روسیه پیش از این هم روابطش با طالبان را تایید کرده بود، اما گفته بود که میکوشند تا طالبان را به میز مذاکرات صلح افغانستان بکشانند. از این رو ترتیبات نشست مسکو را نیز دادند. دیده شود که افغانستان به دعوتنامه روسیه برای شرکت در این نشست چه پاسخی خواهد داد. پس از بلند شدن سر و صداهای همکاری روسیه با طالبان، یک گروه 200 نفری طالبان در ولایت بلخ به نیروهای دولتی پیوستند. فرمانده محمد چریک تازه با دولت یکجا شده میگوید ایران با حمایت روسیه در صدد گسترش جنگ در افغانستان است. در همین حال مقام‌های محلی در بلخ میگویند 36 روستا در ولسوالی‌های چمتال و شلگره از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و راه اکمالاتی طالبان از جنوب به شمال نیز مسدود شده است. احمد فرشور صالح به بلخ رفته و این گزارش را آماده کرده. دست کم 200 چورشی دست از ماشه تفنگ بر می دارند و با رزمی پوشان کشور می پیوندند. نیروهایی که تا دیروز آشوب برپا می کردند، نیروهای امنیتی جنگ می کردند. چرا؟ اگر سر ما می بود می زنیم بود. کنون نه تنها بخشای از شلگر و چمتال را تأمین امنیت خواهند کرد که حتی در تأمین امنیت سراپل و سمنگان نیز نقش خواهند داشت. ظرف 15 سال پسین همین پیکارجویان تا دندان مسلح در برابر نظامیان افغان در نبرد نظامی بودند.
این مناطق بیشتر با کوههای البرز مشهور است، بیشتر برای طالبان از بحر استراتژیک بودنش مهم بود، زیرا پیکارجویان طالب بیشتر از این مناطق و صفحات شمال تجهیزات نظامی برای همرزمانشان آماده می کردند. چطور شد که آمدی به دولت؟ آمدیم به دولت، ما یک داد مردم های طالب رفت جاهای دیگه، مثال در شوروی در اوریس در جا سلاح گرفتن، ما آمدیم به دولت اسلامی افغانستان پای بزدیم، ما مسلمان هستیم، کافر نمیشیم. ما که فهمیدیم پاکستان دشمن افغانستان بوده، دشمن ملت بوده، اونا وطن ما را خراب میکده، کلی گپا را در کردیم، در دولت اسلامی خود پیوستیم. من 160 قره شاکیمت. فرمانده محمد چریک از چهره های به شدت تندرو و درد سرساز برای نیروهای امنیتی در سالهای پسین بوده است. او سالهای درازی دستور داد که برای نیروهای امنیتی ماین کاشته شود و در نبردهای رو در رو با نظامیان افغان می رسمید. اما پس از آن تصمیم گرفت که با نیروهای امنیتی با 200 نفرش همراه شود که روسیه در تبانی با ایران از طالبان پشتیبانی نظامی و مالیش را آغاز کرد. او ادعا دارد که ایران در تبانی با روسیه و طالبان در شمال سلاح و مهمات توزیع می کند. آره، کسی که به نام هیبت الله آخونزاده است، این وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، این کتش یک پروتکل کرد، ما از این صحب بیرون برم. آره، فعلا او روس می خواهد افغانستان دست خود بالا کنم، ما نیست. مقام های محلی پیوستن طالبان به دولت را در کار تأمین امنیت سازنده می دانند. حدوداً 30-35 قریه در اینجا با آمدنشان تأمین امنیت شده و تحت سلطه دولت اسلامی افغانستان قرار گرفته. کوهپایه های البرز از مسیرهای اصلی و راهبردی طالبان برای انتقال تسلیحات نظامیشان به صفحات شمال از جنوب بود، اما با تسلیم شدن 200 چورشی این معبر بر روی طالبان بسته شد. احمد فرشاد صالح، آریانا نیوز، ولسوالی چمتال، ولایت بلخ. شورای عالی صلح با مشکل بودجه مواجه شده است. در همین حال برخی منابع به آریانا نیوز گفتند حکومت در مورد ساختار و چگونگی کارکرد شورای عالی صلح نشست را برگزار می کند. به قول این منبع، رئیس جمهور غنی از چگونگی کارکرد شورای عالی صلح رضایت ندارد. محمد اسماعیل قاسمی، عضو شورای عالی صلح افغانستان، تایید می کند که بازودی در مورد شورای عالی صلح و چگونگی راهبرد این شورا نشست برگزار می شود. محمد یوسف یوسا این موضوع را دنبال کرده. شورای عالی صلح افغانستان در هفتمین سال فعالیتش با مشکل عدم تمویل مالی مواجه شده است. منابع میگویند کشورهای تمویل کننده دیگر تصمیم به تمویل این شورا ندارند. حرف ها این است که شورای عالی صلح منحل خواهد شد. اما محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، مشکلات مالی را تایید کرده ولی منحل شدن شورای عالی صلح را رد میکند. چون یک جایگاه خاص و مؤثر داره شورای عالی صلح و به اصطلاح یک آدرس معین برای پیشبرد دائیه صلح و پروسه مصالحه وجود داره که این در رأس آجندای کاری حکومت وحدت ملی قرار داره و اینمی آدرس است که مشروعیت جهانی بخشیده به صلح خواهی مردم افغانستان. آقای قاسمیار تغییر در مهره های اصلی این شورا را رد کرده می گوید تغییرات به میان آمده در راهبرد و چگونگی کارکرد این شورا خواهد بود. در استراتژی که ساحه صلاحیت ها روشن شود، آیا شورای عالی صلح تنها مسائل پیشبرد مذاکره را با مخالفین مسلح پیش خواهد بردن یا چطور، اینها سوالایی هست که فکر میکنم در یک جلسه مشترک در یکی دو هفته آینده اینا روشن شد. در همین حال گزارش های وجود دارد که رئیس جمهور غنی از عملکرد شورای عالی صلح رضایت ندارد و به همین دلیل نشست را برای رایزنی در مورد ساختار و فعالیت این شورا برگزار میکند. شورای عالی صلح در سال 1389 به کار آغاز کرد که تا کنون همواره مورد انتقاد منتقدان بوده و می گویند
این شورا برای صلح در افغانستان هیچ دستاوردی نداشته است به جز مصرف. دیورند مرز رسمی و بین المللی افغانستان و پاکستان است. حزب کنگره ملی با ابراز این مطلب تأکید دارد که بحث خط دیورند پایان یافته و ادعای دولت مردان افغانستان برای نپذیرفتن این خط همچون مرز رسمی تنها مصرف داخلی دارد. اما اعضای ولسی جرگه هشدار می دهند که هیچ فرد به شمول رهبران حکومت حق تصمیم گیری درباره خط دیورند را نداشته و تصمیم گیری درباره این خط تنها حق مردم افغانستان است. فاد ناصری این گزارش را تهیه کرده. دیورند این روزها بحث داغ در سیاست افغانستان شده، خطی که افغانستان را از پاکستان جدا می کند. اما یا موزل خط دیورند میان کابل اسلام آباد پایان خواهد یافت؟ حزب کنگره ملی اینجا همایش را برای انداخته که مهمترین بحث آن ضرورت بر رسمیت شناختن خط دیورند همچون مرز رسمی میان دو کشور همسایه و پایان یک موزل تاریخی در منطقه است. در این همایش ادعای دولت برای حق ارضی افغانستان تا اتک پاکستان به دور از منطق سیاسی و بنیاد حقوقی دانسته می شود. فقط دروغ میگن دیورند. خب دلیل بیار. ادعای ارضی دارید، دلایل تا برای ندا برای مردم افغانستان در قدم اول ارائه بکن، بعد برای نهادهای مربوط بین المللی در قدم دو، تا مردم افغانستان با آگاهی در مسیر دفاع از حق و منافعشان، منافع مردم افغانستان بسیج بشوند. ما که ادعای ما این است که چنین مدرک و سند این حکومت در اختیار نداره، فقط تبلیغات میکنه، این تبلیغات هم مصرف داخلی داره. اما در مجلس نمایندگان بحث دیورند داغ‌تر از همه جاست. قانونگذارانی که بر رسمیت شناختن این خط را تنها از صلاحیت‌های مردم افغانستان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند در هماهنگی با افغان‌ها به این موزل پایان دهد. در ملکیت ملت تا هیچ څوک پر ده حق نلری چې په دې موضوعاتو کې خبری و که حتی دی خبری حق نلری، دا دی ملی شورا یا دی ملت حق دا تر چو پوری سی دی افغانستان لوی جرگنی دای رسوی دی افغانستان طول ملت پکی موجود نی دی دغه رقم تا خبرو با ایس فکر نکوی او دومره تشویش ورم ندا. حق کسان چه تروسه پوری قانونی نشلا او غیر قانونی پوست باندې ناستی او د جانکری او د نورو په زور باندې دته ناستی او غیر قانونی چوکي ځانته غوړه کړی ده، نو زوی څنګه دا جرأت کوي چې د افغانستان د تمامي ارزیت په باره کې د خبرو کې؟ نو زه وایم چې د دوی خوره ډیره وړه د غټو غټو خبرو د پاره دوی د خپل په سویه خبري وکي. زه هیله کوم چې د ډیورند کرخې په ارتباط باید دغه سه نامعقوله خبري ونی شي. حکومت‌های پیشین و کنونی افغانستان هرگز خط دیورند را به رسمیت نشناختند، اما شریکان استراتژیک افغانستان به ویژه آمریکا دیورند را مرز رسمی و تعریف شده میان افغانستان و پاکستان می‌داند. پس از وقفه کوتاه بیننده رویدادهای خارجی باشید. دوباره خوش اومدید و توجه کنید به چند رویداد کوتاه از خارج کشور. مقام ها در ایالت شنجین در غرب چین بر تندروان مذهبی یک سری قیود وضع کرده است. گفته می شود این قیود بخشی از مبارزه بر ضد تندروی مذهبی می باشد. قیود تازه که از سوی پارلمان تصویب شده شامل منع داشتن ریشه دراز، حجاب و شنیدن تبلیغات ضد حکومتی از طریق رادیو و تلویزیون می باشد. ایالت شنجین محل بوده باشه گروه های عمدتاً مسلمان ایغور بوده که به زبان ترکی صحبت می کنند. یک واحد فرماندهی سایبری به عنوان بخش از ارتش آلمان به طور رسمی در کنار نیروهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور به کار آغاز کرد. وظیفه اصلی این واحد حفاظت از کمپیوترها و تسلیحات ارتش از گزند حملات سایبری است. این واحد کار خود را با 260 متخصص شروع می کند و قرار است نیروهایان به حدود 14,000 متخصص توسعه پیدا کند. این تصمیم بدون بالان گرفته شد که تنها در 3 ماه نخست سال میلادی امسال حدود 300,000 بار به کامپیوترهای نظامی آلمان حمله شده است. خبرهای اقتصادی تا چند لحظه دیگر تقدیمتان می شود. دوباره خوش آمدید.
سرپر دانش میپذیرد که حکومت نتوانسته از هیچ یک از معادن افغانستان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره لازم را ببرد. سرپر دانش در مراسم معرفی سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که استفاده درست از منابع معدنی میتواند خودکفایی اقتصادی کشور را در آینده ها تضمین کند. و همچنان تاکید میورزد که همکنون در بسیاری موارد هراس افغانان برای تامین منابع مالیشان از معادن افغانستان استفاده میکنند. آقای دانش میگوید تا اکنون سیاست روشن اقتصادی در نظام وجود ندارد. لیدونیوسی گزارش میدهد. سرانجام پس از گذشت یک سال از سرپرستی در وزارت معادن و پترولیم، سرپرست تازه از سوی معاون دوم رئیس جمهور به این وزارت معرفی شد. معاون دوم کشور معادن افغانستان را یکی از منابع با ارزش و درآمدزا برای خودکفایی اقتصادی عنوان میکند و میگوید حکومت نتوانسته از این سرمایه بزرگ استفاده بهینه ببرد. این تنها معادن است که میتواند به عنوان یک منبع غنی و مطمئن خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور را در آینده تضمین کند و به همین جهت در سالهای گذشته امیدواری های زیادی خلق شد. اما متاسفانه باید اعتراف کنیم که حکومت ما در طول این سالها در این عرصه موفقیت لازم را به دست نیاورده است. در کنار این که معادن کشور به عنوان سرمایه ملی یاد می شود، معاون دوم رئیس جمهور می گوید در بسیاری موارد معادن کشور در اختیار زورمندان محلی، مافیا و گروه های هراس افغان قرار دارد و آنان برای گرم نگه داشتن ماشین جنگی و تامین منابع مالیشان از آن استفاده می کنند. این بسیار واقعا شرم‌آور است که امروز گروه های مخالف مسلح برای تامین بودجه جنگی خود و برای ادامه جنگ با دولت و کشتار مردم بیگناه ما هم از مرمی و تجهیزات نیروهای امنیتی ما استفاده میکنند و هم از چپاول دارایی مردم و منابع طبیعی و از جمله معادن ما خود را تجهیز میکنند. از سوی هم سرپرست تازه معرفی شده وزارت معادن و پترولیم اطمینان می‌دهد تا در راستای مدیریت درست و استفاده مؤثر از معادن کشور برای رسیدن به خود بسندگی کارهای مهمی انجام خواهد داد. از معادن و پترولیم افغانستان می‌خواهیم به حیث یک وسیله استفاده کنیم به خاطر انکشاف اقتصادی، به خاطر ثبات سیاسی، به خاطر ثبات امنیتی و به خاطر از اینکه ما بتونیم خودکفایی بودجه‌ای در افغانستان بیاریم. سرپرست تازه معرفی شده وزارت معادن و پترولیم قرار است برای کسب رأی اعتماد در آینده نزدیک به مجلس نمایندگان معرفی شود. اما چالش بزرگتر در برابرش مافیای معادن خواهد بود که روزانه میلیون ها دلار از تاراج معادن کیسه پر می کنند. وزارت احیا و انکشاف دهات 70 میلیون دلار را برای ساخت جاده‌های روستایی در کشور اختصاص داده است. مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات هدف این برنامه را دسترسی مردم به بزرگراه‌های کشور می‌دانند. توجه کنید به رویدادهای ورزشی. میلی پوشان کرکت افغانستان پس از پیروزی های متوالی برابر ایرلند چاشت امروز به کشور بازگشتند. میلی پوشان کرکت کشورمان که در یک دوره مسابقات بین المللی 20 آوره، 50 آوره و آزمایشی 4 روزه در هند به سر می بردند، پس از پیروزی در دو سریز 20 و 50 آوره و شکست تیم ایرلند در مساف آزمایشی 4 روزه، پس از چاشت امروز در میان استقبال گرم مردم و مسئولان وارد کابل شدند. کرکت بورد افغانستان تلاش دارد با برگزاری مسابقات سریز با کشورهای قدرتمند کرکت عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت جهان را کسب کند. و دو پیروزی و دو شکست در جام انکشافی آسیا برای جوانان کرکت زیر 23 سال کشور به ثبت رسید. میلی پوشان کرکت زیر 23 سال افغانستان پس از پیروزی برابر تیم‌های هند و مالزیا و تنها شکست برابر سریلانکا امروز در چهارمین مسابقه خود در جام انکشافی آسیا برابر تیم قدرتمند پاکستان قرار گرفت و در یک بازی سخت مقابل این تیم قدرتمند نتیجه را واگذار کرد. در این بازی ابتدا
پاکستانی ها در خط بتن قرار گرفتند و پس از پایان آبر 50 و خارج شدن 5 بازیکنشان 268 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کردند. میلی پوشان کرکت زیر 23 سال کشور در آبر 32 با خارج شدن تمامی بازیکنان نتوانستند هدف تعیین شده را پورا ساخته و مغلوب این تیم پرقدرت شدند. توجه کنید به وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور. از همراهی شما هم با مجموعه خبرین ساعت سپاسگزار هستیم. شبتان خوش، خدا نگهدار.